نکته اولی که یکی از دوستان فرمودن در مورد سازگار شدن این ارزش‌هایی که در برابر دموکراسی مطرح شدن، قد علم کردن و دموکراسی رو به حاشیه بردن، فهمودم که نباید عکس العملی باشه در برابر اقتدارگرایی یا وضعیت موجود، کاری که حکومت میکنه. من هم موافقم با این نظر که نباید عکس العمل باشه در برابر حاکمیت، بلکه باید پاسخ بده به نیاز زمانه. حرف من این بود که همونطور که اقتدارگرایی در دوره‌های مختلف توانسته به یک نحوی به نیاز زمانه پاسخ بده، اگر در دوره بعد از جنگ اقتدارگرایی در لباس توسعه ظاهر میشه، یا اگر در یه دوره‌ای در دوره قبل از انقلاب اقتدارگرایی در لباس هویت محوری ظاهر میشه، خب این هنرها رو دموکراسی هم باید داشته باشه. چرا دموکراسی چنین هنرهایی رو از خودش بروز نداده؟ چرا با تحولات اجتماعی، با نیازهای اجتماعی دموکراسی خواهان انطباق پیدا نکردن؟ اون انعطاف لازم رو در برابر تحولات اجتماعی از خودشون بروز ندادن که به عنوان یک، حداقل به عنوان یک گفتمان رقیب در برابر گفتمان غالب در جامعه مطرح باشن. اما در مورد اینکه گفتمان مسلط، فرمودن که این گفتمان حاکمیت بوده یا در عرصه‌های روشنفکری، من معتقد هستم که عمدتاً اینها گفتمان حاکمیت بوده، منتها حاکمیت اینها رو از آسمان نیورده، حاکمیت اینها رو از بطن جامعه داره عکس میکنه. حاکمیت با درک شرایط اجتماعی، با درک مطالبات اجتماعی این گفتمانها رو گرفته و ساخته و پرداخته کرده، دوباره به جامعه بازگردونده. همین ظرفیت رو هم باید نیروهای دموکرات در جامعه داشته باشن، مطالبات اجتماعی رو، نیازهای اجتماعی هر دوره رو بتونن خوب جذب کنن و بر اساس گفتمان دموکراسی محور به جامعه عرضه کنن. نکته بعد در مورد این که اگر مشکل ما عمدتاً مشکل نهاد هست، نه مشکل این اولویت‌ها، نه مشکل این گفتمان‌ها، اون سخن درستی هست. اما اگر نهادسازی قرار هست در جامعه صورت بگیره، این نهادسازی بدون مجموعه‌ای از باورهای اولیه، بدون مجموعه‌ای از گفتمان‌های اولیه طبعاً قابل شکل‌گیری نیست. یعنی روند شکل‌گیری نهادهای اجتماعی عمدتاً شکل‌گیری اونها ابتداءً در عالم اذهان هست، بعد در عالم واقع هست. یکی از تئوری‌هایی که در مورد انقلاب مطرح میشه این هست که انقلاب ابتداءً در ذهنیت آدم‌ها شکل می‌گیره، یعنی یک رژیم جایگزین در ذهنیت انسان‌ها شکل می‌گیره، بعد اون ذهنیتی که این عالم واقع رو خراب می‌کنه و بر اساس آنچه که در ذهنیت‌ها شکل گرفته شکل میده، دوباره باز شکلش میده. طبعاً این نهادها هم نمیتوانن منفک از اون گفتمانها شکل بگیرن در جامعه. نکته دیگه در مورد ایدئولوژی بود. دو نکته بود، یکی این که آیا مردم به دنبال حاکمیتی بدون ایدئولوژی هستن در دوره جدید، ما اصل ایدئولوژی ها رو داریم پشت سر میگذاریم، و نکته دیگه این که آیا حرکت های موجود، آیا باید حرکت های اجتماعی باید بر ایدئولوژی مبتنی باشن یا نه. ایدئولوژی رو من به مفهوم گستردش در علم جامعه شناسی به کار میبرم. ایدئولوژی به معنای علم مبارزه هست، به معنای متمرکز کردن مجموعه ای از ایده هاست در عالم سیاست، برای مبارزات سیاسی، برای کسب قدرت. هیچ رژیم سیاسی نمیتونه بدون ایدئولوژی باشه. در عالم امروز هم اون حکومت هایی که ما ایدئولوژی غیر ایدئولوژیک تصور میکنیم، حکومت های دموکراتیک، اون حکومت ها هم ایدئولوژی دارن، منتها ایدئولوژیشون از جنس ایدئولوژی که حکومت ایران داره نیست. ایدئولوژی است که طرف مقابل رو تحمل میکنه، ایدئولوژی است که نوعی تکثر رو در جامعه تحمل میکنه، ایدئولوژی است که اقلیت رو حقوقی براش قائل هست. ایدئولوژی در جریان مبارزات سیاسی وجود داره، قابل حذف نیست. ایدئولوژی رو نباید به معنای ایدئولوژی های تمامیت گرا، ایدئولوژی های فاشیستی، یعنی بار منفی ضرورتا نباید به ایدئولوژی داد. لیبرالیسم هم یک نوع ایدئولوژی است، فمینیسم هم یک نوع ایدئولوژی است. مطلبی که در مورد مطالبه محور بودن جنبش های اجتماعی در دوره اخیر بالاخص دوستمون مطرح کردن، مطالباتی که امروز وجود داره بخش عمدهش در چارچوب ایدئولوژی ها قابل فهم هست.
مطالبات زنان عمدش رو در قالب ایدئولوژی فمینیسم میشه تفسیر و توجیه کرد. مطالبات مربوط به حقوق بشر رو میشود در چارچوب ایدئولوژی لیبرالی، لیبرالیسم سیاسی نه لیبرالیسم اقتصادی، در اون چارچوب میشه فهمید. حاکمیت ها هم در دنیای امروز به نظر من ایدئولوژی دارن. ایدئولوژیش آزاردهنده نیست، ایدئولوژیش نابود کننده و مخرب نیست. از جنس ایدئولوژی که متاسفانه در امروز در ایران حاکمیت داره نیست، ولی ایدئولوژی است. آقای اوباما ایدئولوژی داره، گروه مقابلش هم ایدئولوژی داره، تی پارتی هم ایدئولوژی داره. همه اینها در واقع یک نوع جنگ ایدئولوژی هاست. در مورد روحانیت من نگفتم روحانیت از همه امکانات دولتی و همه منابع در ایران استفاده میکنه. من گفتم که روحانیت مجموعه نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی است. به این مفهوم که همه این ابعاد رو داره. طبیعتا نظامیان یا ممکنه که طبقات دیگر اجتماعی باشن در ایران که در بخشی از اینها دسترسی بیشتری داشته باشن به برخی منابع. من خواستم این دارای زلهای متفاوت روحانیت رو بگم، نه اینکه لزوماً روحانیت الان قدرتش از نظامی‌ها بیشتر هست یا کمتر هست، در این اینکه فرمانده کل قوا الان یک روحانی هست و رهبر جمهوری اسلامی است. نکته بعد در مورد تاریخ تقلید، خب طبیعتاً در سه دقیقه که باقی مونده نمیشه این موضوع رو گفت، ولی این نکته شاید براتون جالب باشه که اجتهاد در تشیع در اصل حرام بود تا قرن هفتم هجری، و از قرن هفتم هجری به بعد هست که اجتهاد حرمتش در حقیقت از بین میره و یک نظریه براش درست میشه و به تدریج ببیچه در دوره صفویه هست بعد از غلبه اصولی ها و اخباری ها که نظریه تقلید و اجتهاد به گفتمان غالب در شیعه بدل میشه. بنابراین تاریخ چندان طولانی نداره. اون بخش از جامعه ایران که تقلید نمی کنه، من خیلی برای این نکته تأکید میکنم که دینی بودن یا مذهبی بودن لزوماً مقلد کسی بودن نیست. بسیاری از مردم ایران هستن که تقلید نمی کنن، ممکنه حتی شریعت رو هم در زندگی عادیشون عمل نکنن، ولی میشه گفت اونها مذهبی هستن. بستگی داره که شما چگونه مذهب رو تعریف کنید، آیا مقید به شریعتشون بکنید یا نکنید. و اقتدار روحانیت هم محدود نیست به اون کسانی که ازش تقلید میکنن. بسیاری از آدم ببینید، روحانیت میشه یک مرکز قدرت. وقتی مرکز قدرت شد، شما اگه میخواید قدرت به دست بیارید، میرید طرفش، چه بشه اعتقاد داشته باشیم، چه بشه اعتقاد نداشته باشیم. کما که بسیار از کسانی که الان به جمهوری اسلامی چسبیدن و از اون استفاده میکنن، ممکن اصلا اعتقادی به روحانیت نداشته باشن. یک تنظیم بود که سالها پیش دهه اول انقلاب درست کرده بودن که یکی از روحانیان بلند رتبه که اسمشون نمیارم رفته بوده پیش آقای خمینی و گفته بوده که آقا اینا کی میرن؟ آقای خمینی گفته بوده اینا یعنی ما. این به این مفهوم هست که بسیاری از کسانی که در درون این سیستم هستن، در اون سیستم مذهبی هستن، منافع خیلی زیادی دارن و منافعشون با روحانیت پیوند خورده. بسیار از بازاری های ما انصافا در بیدینی که هیچ، در بی اخلاقی گویی سبقت رو از دیگران می رو باید، اما مجلس روزه می گیرن، روحانیت رو دعوت می کنن. به دلیل چی؟ این ارتباط یک ارتباطی است فراتر از مسئله اعتقاد قلبی و تقلید. در مورد تقسیم بندی که شما گفتید، من این تقسیم بندی رو چندان قبول ندارم، به دلیل اینکه نمیفهمم بعضی چیزها شد. یکی اینکه فقه سیاسی و رابطه آخوند خراسانی و آقای منتظری رو خیلی من درک نمی کنم و میدونم که گفته شده این موضوع، منتها برای من توجیه نیست. و اصولا آقای منتظری یک، بگذاریم از اینکه خیلی رومانتیسایز شده چهره ایشون این مدت اخیر، ولی متاسفانه آقای منتظری درست به دلیل یه دوره موضوع نفرت بود، یه دوره هم دوره عشق شده و اینا هر دو حجاب فهم چیز هست. آقای منتظری یک نظریه پرداز ناکام هست، این رو من در یک نوشته اخیرم گفتم. آدم هست که از نظر فکری از هم پاشید آقای منتظری، یعنی یک ولی فقیه ناکام، یک
فقیه سیاسی ناکام و یک نظریه پردازی ناکام هست و دیگه اواخر عمرش هم دیگه مثل